در همین رابطه همراه هستیم با آزاده دواچی، فعال حقوق بشر و زنان از ملبورن. خانم دواچی خیلی خوش آمدید. بحث محدودیتی که در مورد حجاب اجباری الان به محدودیت مشاغل هم رسیده، مشاغلی مثل آرایشگاه‌های زنانه که خب همونطور که در خبر اومده و تعداد بسیاری در این حوزه فعال هستند. درود به شما. بله متاسفانه در واقع حالا حتی دولت منتظر در واقع تر لایه حجاب عفاف هم نبوده و از قبل تر هم فشار بر آرایشگاه زنانه و بستن اونها رو شروع کرده. خب این در شهرهای مذهبی تری مثل مشهد خب بیشتر هستش، زنان در این شهر خیلی تحت فشار هستن. آماری که من دارم هستش که حدود 30% از آرایشگاه‌های زنانه در چند وقت اخیر بسته شدن و بسیاری از زنان در واقع کارشون رو از دست دادن. بسیاری از اینها فعال بودن در حوزه اقتصادی و حالا مجبور هستن که در واقع این کار رو از دست دادن و دارن کار زیرزمینی انجام میدن کار، و دولت در واقع با این کار به نوعی در برابر زنان ایستاده، به نوعی داره اونها رو محدودتر میکنه. یعنی از حوزه اجتماعی که حالا در واقع محدود کردن زنان از طریق فشار آوردن بر حجاب در حوزه اجتماعی هست، حالا داره وارد حوزه اقتصادی میشه و در واقع به نوعی داره جلوی اونها رو برای چرخاندن و رونق اقتصادی محدودشون میکنه. خانم دواچی، اساسا الان همونطور که در خبر هم اومده بود به شیوه غیر قانونی داره قوانین اجرا در میاد، یعنی یک تفسیری از قانون تازه به اجرا در میاد. این شیوه ها همونطور که آقای برهانی گفته آقای غیر قانونی است و مجرم هست وزیر کشور به عنوان کسی که داره ابلاغ میکنه اونها رو؟ بله دقیقا همینطور. بینه اصلا هیچ قانونی وجود نداره، هیچ کدوم از این آرایشگاهی که تعطیل شدن در واقع حتی در گزارش هایی که در خود روزنامه های ایران منتشر شده نمیشه، هیچ قانونی برای پلم کردن این آرایشگاه ها نیست و اینها به صورت غیر قانونی دارن بسته میشن و در واقع جلوشون گرفته میشه. و یکی از چیزهایی که در واقع الان در بحثش هست این هستش که در واقع این لایه حجاب و عفاف داره به صورت خیلی محرمانه داره ارجاع میشه به سازمان‌های اجرایی و مخصوصا سازمان کار که در واقع سازمان فنی و حرفه‌ای هم بخشی از اون هستش، و بسیاری از کسانی که در واقع فارغ التحصیل این رشته‌های آرایشگری بودن هیچکدوم از اینها نتونستن مجوز بگیرن و خیلی از اینها در واقع اقتصادشون بر در واقع اداره کردن آرایشگاه زنانه بوده، کار کردن در این آرایشگاه زنانه بوده. آرایشگاه بسیار بسیار زیادی در مشهد مخصوصا بسته شدن، در تهران و همینطور در شهرهای دیگه، و همه اینها حالا جز نتیجه لایحه حجاب و عفاف نتیجه برخوردهای شدید دولت و محدود کردن زنان هستش. به نوعی دولت میخواد که تا هر چقدر که میتونه زنان رو محدود کنه، اونها رو در واقع از جامعه، از چرخه اقتصادی و از همه چیزهایی که به نوعی ربط دارن به مسئله زنان در واقع در حاشیه ببره. نکته دیگه هم بسیاری از این زنان، برخی از اینها مجبور میشن کارهای دیگه بکنن، زیرزمینی فعالیت کنن. در واقع این چیزی که دولت فکر میکنه اینها رو محدود کرده در واقع نهایتا منجر به فعالیت‌های بیشتر و در واقع در فعالیت زیرزمینی میشه.